به نام خداوند بخشنده مهربان. حسابدهی نفس برای اینکه چه کارهایی را برای دین و دنیا و میهن خود انجام داده است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: بل الانسان على نفسه بصيره، بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است. گواهی می‌دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتا و بی همتا، و گواهی می‌دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا. اما بعد، حسابی با نفس صالحان راضیت می کند و راه نجات در روز قیامت است و حق سبحانه و تعالی به نفس سخاوتمند که صاحبش را ملامت می کند و او را حساب می کند قسم خورده است و می فرماید: لا اقسم بالنفس اللوامه، و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. و پیامبر گرامی من حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما را به محاسبه نفس دعوت نموده است. به ما گفته است که باهوشترین مؤمن کسی است که مرگ را در نظر بگیرد و برای آخرت کار کند. وقتی از پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند کدام یک از مؤمنان عاقل است، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: آنها هستند که مرگ را بیشتر به یاد می آورند و برای آنچه بعد از آن می آید بهتر آماده می شوند. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه می فرماید: قبل از اینکه پاسخگو شوید خودتان را مسئول نگه دارید، قبل از اینکه سنجیده شوید آنها را بسنجید و برای بزرگترین روز آماده باشید. چنانچه که می فرماید: یوم اذن توردون لا تخفا منکم خافیه، در آن روز همگی با پیشگاه خدا عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند. و زمانی که انسان پروردگارش را ملاقات می کند و او را باز خواست می کند و از او درباره همه چیز سوال می کند و این حق را دارد که قبل از پاسخگویی خود را مسئول بداند و خود را محاسبه بکند، چنانچه که الله متعال می فرماید: وقفوهم انهم مسئولون، آنها را نگه دارید که باید باز پرسی شوند. و بار دیگر می فرماید: و وضع الكتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. و کتابی که نامه اعمال همه انسان هاست در آنجا گزارده می شود، پس گناهگاران را میبینی که از آنچه در آن است ترسان و هر آساند و میگویند: ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را نمانده مگر این که آن را به شما را آورده است، و این در حالی است که همه اعمال خود را حاضر میبیند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. و بار دیگر میفرماید: این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولن. و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم می فرماید: خداوند جل جلاله در روز قیامت با همه شما هم کلام خواهد شد، در حالی که بین شما هیچ ترجمانی نخواهد بود. زمانی که آن شخص به طرف راست خود می بیند چیزی نخواهد دید جز اعمالش، و زمانی که به طرف چپ خود می بیند چیزی نخواهد دید جز اعمالش، و زمانی که روبروی خود را می بیند به جز آتش چیزی نخواهد دید. پس از آتش بترسید ولو اگر به اندازه خسته خرما هم باشد. عاقل کسی است که از پاسخگویی دائمی در برابر نفس خود کوتاهی نکند و برای روز قیامت بر تقوای خود بیفزاید، چنانچه که الله متعال می فرماید: و تزودوا فان خیر الزاد التقوی،
و زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و توشه پرهیزکاری است و از من بپرهیزید ای خردمندان. و بار دیگری می فرماید و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از روز بپرهیزید و بترسید که در آن روز شما را به سوی خدا باز می گردانند، سپس به هر کس آنچه انجام داده به طور کامل باز داده می شود و به آنها ستم نخواهد شد، چون هر چی می بینید نتایج اعمال خودشان است. و همچنان می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت خدا بپرهیزید و هر کس باید بنگرد تا برای فرداش چی چیز از پیش فرستاده و از خدا بپرهیزید که خداوند از آن چه انجام می دهد آگاه است. و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد، آنها فاسقانند. ابن کثیر رحمه الله می فرماید پیش از آن که به حسابتان برسند حساب کنید و ببینید برای روز قیامت و تقدیم پروردگارتان چه کارهای نیکی برای خود ذخیره کرده اید و بدانید که او به همه اعمال و احوال شما آگاه است و هیچ راز تو از او پنهان نیست. و با پاسخگویی نفس پاک می شود و با حسن اخلاق قیام می کند، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده و آن کس که نفس خیش را با معصیت و گناه آلوده ساخته نومید و محروم گشته است. و حسن بصری رحمه الله می فرماید بنده تا زمانی که از خود نصیحتی داشته باشد و در حسابی کردن با نفس خود باشد حالش خوب است. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا روز جزا. بدون شک خود حسابگری تنها به نگاه کردن به آنچه که به خاطر خود داده و پاسخگو بودن آن برای انجام مناسکی مانند نماز و روزه و زکات و حج خلاصه نمی شود، بلکه مفهوم آن را شامل می شود که خود را در قبال آنچه برای ساختن جهان فراهم کرده است و آنچه را که انسان برای خانواده، کشورش و انسانیت و دانش مفید است کار جدی فراهم کرده است و برمی گردد. و عقل کسی است که دنیا را با دین آباد می کند و هر زمانی که کشوری او را بخواند یا با او نیاز داشته باشد به ندای کشورش پاسخ می دهد. و اگر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در فرموده خود ارکان اسلام را شمرده است که می فرماید اسلام بر پنج بنا نهاده شده است، گواهی دادن بر این که معبود جز خدا نیست و محمد رسول الله است و بر پاداشتن نماز و ادای زکات و روزه رمضان و زیارت خانه کعبه شریفه برای هر که بتواند به آن راه پیدا کند. مفهوم عبادت بسیار گسترده تر از این است. نیکی کردن به خانواده و انفاق از درآمد حلال عبادت است، صداقت عبادت است، امانت عبادت است، کامل کردن کار عبادت است، آبادانی عالم عبادت است. بس چیزی باعث که ما در راه خدا زندگی کنیم، وقتی انسان زندگی خود را وقف رضای خدا کند و با خدمت به مردم او و بر آوردن نیازهای آنان و پرهیز از آسیب رساندن بانان سپری کند چی بهتر خواهد بود، چنانچه که خداوند متعال می فرماید هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، اوست که شما را از زمین آفریده و آبادی آن را به شما واگذاشت کرده. و همچنان پیامبر ما می فرماید وقتی که تو ورثه را از خود به جا می گذاری غنی باشد بهتر از آن است که نیازمند باشد و دستشان برای دیگری دراز باشد و هر آن چیزی که تو بر آنها خرج می کنی از آن بر تو اجر می رسد. و بار دیگری می فرماید زمانی که یک مسلمان یک درخت و یک چیز را کش کند که از آن انسان ها و پرندگان
و جانوران استفاده کنند برای او صدقه از ما نیاز مبرمی به حساب رسی مستمر خود و ابتکار عمل برای تسریع در توبه خالصانه و عزم خالصانه برای اصلاح داریم، چنانچه که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند متعال در شب دستش را دراز می کند تا گناهگار روز توبه کند و در روز دستش را دراز می کند تا گناهگار شب توبه کند و همه را می بخشد تا زمانی که خورشید طلوع کند. خداوند مصر را در پناه خود داشته باش و مردمش را در تمام جهان سر بلند داشته باش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.